جهت بیان آخرین دفاعیات خودشون در جایگاه قرار بگیرن بنده هیچ کدام از اتهامات را به هیچ عنوان قبول نداشت و ندارم این کلیپ سانسور شده یک دقیقی تنها چیزی است که رسانه های رسمی جمهوری اسلامی به عنوان آخرین دفاعیات اکبر تبری معاون سابق صادق لاریجانی در زمان ریاستش بر قوه قضایی منتشر کردند. کلیپی که در آن هیچ اطلاعات جدیدی وجود ندارد و صرفا تکرار همان نکاتی است که رسانه ها قبلا از زبان تبری پخش کرده بودند اما اکنون سایت ایران وایر موفق شده به متن کامل دفاعیات اکبر تبری دست یابد متنی 19 صفحه‌ای که از عمق فساد در قوه قضایی پرده بر می دارد. متنی که دخالت خامنه‌ای در پرونده زمین خاری در لواسان ثروت بی حد و حصر سران قوه قضاییه و روابط صمیمی قاضی منصوری با غلام حسین اسماعیلی و ارتباطش با زمینخواری لواسان را افشا می کند. اما پیش از هر چیز آنچه که اکبر تبری درباره نحوه بازداشتش تعریف کرده بسیار شنیدنی است تبری گفته در روز هفدهم تیر 98 یعنی تنها شش روز پس از آنکه اطلاعات سپاه از او شکایت کرده در ویلای صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام در آمل مهمان بوده که ناگهان یک کاروان از نیروهای سپاه متشکل از پنجاه نفر به سراغش میآیند و او را از ویلای لاریجانی بیرون میکشند و با خود میبرند تبری گفته قطعا این کار با هدف تحقیر و توهین به صادق لاریجانی انجام شده من البته حالا اینجا این رو هم عرض بکنم در این بره اخیر در همین دادگاه اخیری که در قوه قضایی مطرحه به بعضی از بزرگان پاک دست قبلی قوه قضایی اهانت شد و بهشون ظلم شد یعنی واقعا جفا شد به اونها که نبایستی این کار میشد و نباید بشه من البته خطابم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نطق‌های خود بارها از صادق لاریجانی دفاع کرده و او را پاک دست و شریف خوانده اما ماجرای دستگیری تبری نشان میدهد که رابطه واقعی خامنه‌ای و صادق لاریجانی وضعیتی بسیار بحرانی دارد چرا که قطعا اطلاعات سپاه و قوه قضایی بدون چراغ سبز رهبر به خود جرأت نمیدادند که فردی را از خانه رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام منتصب رهبر بیرون بکشند و بازداشت کنند تبری در ادامه دفاعیاتش میگوید در جریان بازجویی از او او را به زیر زمین بند امنیتی سپاه بردند و در حضور پنجاه نفر از او بازجویی کردند و هنگامی که او به سوالات پاسخ میداده همه حاضران به او میخندیدند و او را به باد تمسخر گرفتند. تبری گفته سه ماه در زندان انفرادی بود و مسئولان زندان برای ترور روحی و روانیش او را به مدت چندین ماه با دو عضو داعش و مدتی هم با دو مجرم خطرناک در یک سلول قرار داده بودند. تبری در ادامه نوشته بازجویان سپاه فیلم هایی را هم از او ضبط کردند. آنها به تبری گفتند در صورتی که حاضر شود کت و شلوار بپوشد و در باغچه بازداشتگاه قدم بزند تا معموران از او فیلم و عکس بگیرند او را آزاد خواهند کرد. به گفته تبری ماموران سپاه فیلم ها و اکس را برای تهیه فیلمی علیه او گرفتند اما او را هیچگاه آزاد نکردند. فیلم ها و عکسهایی که تبری میگوید تا کنون توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی یا قوه قضاییه منتشر نشده به نظر میرسد که تبری هیچگاه حاضر به اعتراف به خطا و فساد نشده و به همین دلیل هم فیلم های ضبط شده از او برای انتشار مناسب نبوده البته دلیل عدم اعتراف تبری هم روشن است او به خاطر ارتباطاتش با مقامات بالا از جمله صادق لاریجانی هیچگاه همانند زندانیان امنیتی و سیاسی بیپناه مورد شکنجه قرار نگرفته و به همین خاطر هم دلیلی ندیده که اتهاماتی را بپذیرد که احتمالا مجازاتش اعدام است تبری اما در ادامه دفاعیاتش ضمن اشاره به قانون شکنی های متعدد در جریان رسیدگی به پروندهش از ارتباط پرونده زمین های لواسان با بیت رهبری و غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی پرده برداشته معاون سابق صادق لاریجانی افشا کرده که قاضی منصوری که ادعا می شود چندی پیش در شهر بخارست رومانی به علت سقوط از طبقه پنجم هتل جان باخته دوست صمیمی و بچه محل غلام حسین اسماعیلی بوده تبری گفته اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه که در آن زمان رئیس دادگستری استان تهران بوده به خاطر صمیمیتش با قاضی منصوری او را از مشهد به تهران آورده و به سفارش او قاضی منصوری مناسب بالای قضایی دریافت کرده و از جمله قاضی ویژه اجرای احکام زمینهای لواسان شده از گفته های تبری می توان نتیجه گرفت که قاضی منصوری اطلاعات زیادی درباره فساد مقامات ارشد قوه قضایی از جمله غلام حسین اسماعیلی داشته و شاید به همین دلیل هم اسماعیلی در کنفرانس های خبریش وقتی از مرگ و جسد قاضی منصوری حرف میزد مدام لبخند میزد و بسیار خوشحال به نظر می رسید و تصویری از که منتسب به هست حسب خود فرد اما ما قاضی هستیم به راحتی و به زواهر حکم نمی کنیم. هم برای اینکه قطعا در این موضوع ندر بدیم بایست این مونه دی این ای این جسد بیاد تبری از قاضی رسیدگی کننده به پروندهش خواسته تا غلام حسین اسماعیلی را همراه با شهرداران و رئیس شورای وقت نواسان به عنوان شاهد یا مطلع به دادگاه بیاورد و از آنها درباره زمین های لواسان بپرسد اما قاضی به درخواست او توجهی نکرده اما تبری در ادامه اعلام کرده که خود خامنه ای هم بر زمین خاری در لواسان مهر تایید زده تبری تلویحا افشا کرده که زمینخواران با همکاری قوه قضایی هزاران متر از زمین های لواسان را که جز خوش آب و هواترین مناطق تهران هستند با تغییر کاربری به زمین های مسکونی تبدیل کرده بودند تبری در دفاعیاتش نوشته این زمین ها در مجموع به 230 قطعه تقسیم شده بودند که بعدا با حکم حکومتی خامنه‌ای و تایید صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه 62 قطعه آن که هر کدام 2000 متر مربع مساحت داشته به زمین خاران رسید و بقیه آن در اختیار دولت قرار گرفته به گفته اکبر تبری غلام حسین اسماعیلی در آن زمان به عنوان رئیس دادگستری استان تهران دستور خامنه ای را تحت عنوان فرمان حکومتی و به عنوان پایان پرونده زمین های کلاک لواسان به تمامی مسئولان و دستگاه های زیر ربط قضایی و دولتی اعلام و ابلاغ کرده و گفته از این پس دیگر هیچ دادگاه و هیچ مرجع قضایی یا دولتی حق هیچ گونه تغییر یا دخالت یا بازنگری در این تصمیم قضایی و حکومتی را ندارد. تبری در ادامه از دادگاه خواسته تا غلام حسین اسماعیلی سخنگوی کنونی قوه قضاییه را به دادگاه احضار کند تا درباره حکم خامنه که خودش ابلاغ کرده توضیح دهد کاری که تا به امروز انجام نشد و قطعا در آینده هم انجام نخواهد شد معاون سابق لاریجانی در ادامه گفته برخی از بستگان مقامات کنونی قوه قضاییه دهها برابر بیشتر از او سرمایه دارند و صاحب منازلی به مراتب لوکستر از او هستند او بدون نام بردن از ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه قضایی گفته بازداشت و محاکمهش نمایش مبارزه با فساد برای چنگ زدن به قدرت حاکمیت است. ظاهرا تبری به ماجرای تلاش ابراهیم رئیسی برای گرفتن سمت رهبری پس از مرگ خامنه ای اشاره دارد. از دفاعیات و سخنان اکبر تبری معاون سابق صادق لاریجانی برمیآید که او همچنان در شک است. شک از اینکه دستگاه و حکومتی که به گفته خودش 20 سال به آن صادقانه خدمت کرده او را به عنوان سرکرده یک شبکه بزرگ فساد به دادگاه کشانده قطعا اکبر تبری میدانست و میداند که نهادی که به آن خدمت کرده هر سال حق و حقوق هزاران انسان بیگناه را پایمال می کند و برایشان احکام ظالمانه صادر می کند. پس شک و شگفتی اکبر تبری تنها به یک دلیل است و آن اینکه چرا در میان این همه افراد صاحب منصب در حکومت که همگی فسادشان صدها برابر از او بیشتر است قرعه به نام او خورده